تقریبا 20 سال پیش مجسمه های بودا توسط نیروهای وفادار به همین پرچم ویران شدند اکنون همان نیروها آمدند تا از ویرانی های به جامانده از مجسمه های بودا حفاظت کنند رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان که از سوی طالبان گماشته شده از ابراز نظر در مورد چگونگی و علت ویرانی مجسمه ها خودداری می کند در سابق امارت اسلامی که بودار البته زده یا شکستانده اونا حتما به ضرور به خود کدام دلیلی داره، کدام توجیهی دارن ما درباره او کدام تنقید یا کدام اعتراض کرده نمیتونم یا کدام گپی گفته نمیتونم اما این مقام طالبان میگوید اکنون متحد به حفاظت از آبادات تاریخی بامیان است ما برای همه اطمینان از میتیم و آماده هزی هستیم که از آثار تاریخی ولایت بامیان حفاظت بکنیم چون این آثار مال یا ملکیت شخصی فردی نبودن نیست این ای مال یا این حقی همه ملت افغانستان است لحظه ویرانی مجسمه های بودا در سال 2001 از تکاندهنده ترین لحظات در تاریخ آبدات فرهنگی افغانستان بود در 20 سال گذشته کارهای برای حفاظت از آنچه از مجسمه ها باز مانده بود انجام شد اما ترمیم دوباره آن خیلی دشوار و حتی ناممکن دانسته شد. مقام های محلی و کارمندان سابق یونسکو یا اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد گفتند که نزدیک به یک هزار اثر باستانی که در نزدیک این محل نگهداری می شد حدود دو ماه پیش هنگام ورود طالبان تاراج و یا ویران شده است رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان با تایید این رویداد دزدان را مسئول میداند و می گوید این کار پیش از ورود نیروهای آنان به بامیان صورت گرفته و تحقیق در این باره آغاز شده است